دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی صبح زیبای شما همتنان و عزیز و خیر کسایی که تازه از خواب بیدار شدن و کسایی که از ورزش برگشتن و همچنان دوستایی که به طرف کار و بار و وظیفه و شغل آزاد خودان میرن و انشالله که روز خوب در پیش روی داشته باشن مهمان خیر گرامی در صبح زندگی هستمی محمدی فعال اجتماعی و همچنان مسئله رشته ارتباطات در رابطه با نقش انگیزه در زندگی می‌خوایم صحبت‌های داشته باشیم امروز کلاً موضوعات مهم خودمانی و فامیلی است که شما هم بیشتر توجه داشته باشین که افرادی که با انگیزه هستن طبعا انسان های با اراده و مستحکم همچنان هستن آقای احمدی صبحتان بخیر خوش آمدین به صبح زندگی سلام ارزاده خدمت شما همکاران تکنیک بیندگان عزیز امیدوارستم یک صبح سر یک یک صبح سر حال از انرژی و دور از مشکلات روزگار را آغاز کرده ان سلامت باشین نقش انگیزه در زندگی میخوایم که یک تعریف از شما داشته باشیم کسایی که با انگیزه زندگی میکنن و بعضی از انسان های که بی انگیزه اصلا همیشه اونا به انگیزه باقی باید نمانند. بله. پیش از این که به تعریف انگیزه بریم انسان موجود هست اگر بگیم برترین موجود و قویترین موجود و با ارزشترین موجود در روی سمین است یعنی نسبت به سایر موجودات خداوند خلق کرد از آن قدرت و عظمت و بزرگی خاص برخوردار است ما میفهمیم که در قرن 21 زندگی میکنیم و تمام امکانات تمام پیشرفت ها تمام دستاوردها ها از برکت دست انسان بوده وقتی انسان با این همه مقام و منزلتی که داره یک اون که سبب شده با این مقام و منزلت برسد انگیزه در زندگی است اگر انگیزه را از دیدگاه روانشناسان ما تعریف کنیم انگیزه یک نوع شور و شوق درونی فرد است که فرد را وادار به یک عمل میسوزد فرد را وادار به یک یک فعالیت میسوزد فرد را وادار می که حرکت کند و یا هم میگن که انگیزه مجموعی از خواستها انسان است مجموعی از آرزوهای انسان است که انسان در درون فرد قرار داره و در حال حرکت است در پهلوی زی گزینه که انگیزه را حمایت میکنه کوشش است کوشش میگن یک فرایند است که با اون هدفایی که ما داریم ما مستدام حرکت میکنیم آه. اگر ما مثال بزنیم که دو پدیده واضح شود اگر ما یک موتر در نظر بگیریم که خیلی با مدل روز آماده است اما اما محرک درونیش کمون تیل است اگر نداشته باشه هیچگاهی حرکت کرده نمیتونه انسان هم همان چنان است اگر از لحاظ ظاهر هر چقدر ما آراسته باشیم اما خوب داشته باشیم, باشیم. انگیزه نداشته اگر انگیزه نداشته باشیم ما آرزوی خود به هیچ هدف خود رسیده نمیتونیم چرا انسان ها با وجود که تلاش های زیاد میکنن و همیشه به این فکر هستن که ما موفق شدیم اما باز هم ببینیم که بی انگیزه هستن چقدر سوال عالی پیش از این که سر موضوع بحث برم نقش انگیزه زمانی است که ما یک کار را انجام میتیم یک فعالیت را انجام میتیم اما ما موفق نمیشیم به هدف خود نمیرسیم آن زمان است که ما به انگیزه میشیم علما میگن که یک مقطع زمانی بود حدود پنج تا 6 ماه که با پیغمبر خدا آیت نازل نشد دی زمان که خانم ابو لحب که به تن مشهور بود و پیغمبر خدا توبه نوزوها تنه میزنه و میگوید که شیطانه که را رها کرده است پیغمبر خدا که پیغمبر بود خیلی غمانگین میشه بیانگیزه میشه و میره خانه وقت خانه میره در خانه را باز میکنه که جبرائیل امین ما و یکی از مقبول ترین آیات قرآن نازل میشه که و دوها و لیل ازا سجا میگه قسم به روشنایی چاشت ها و به آرامی شب که ما تو را تنها نگذاشته ایم و آخرت برای تو بهتر از دنیا است شاهکار آیت اینجاست که میگه ما برای تو چیزی نصیب میکنیم ما برای تو چیزی میدهیم که سبب خوشنودی تو میشود یعنی انگیزه زمانی که ما نویت انگیزه فرق میکنه نویت مشکل فرق میکنه زمانی که هر فرد به یک مشکل روبرو میشه انگیزه خود در اونجا باید حفظ کنه در بین انسان ها زمان که یا انگیزه خود از دست میتن سه عامل عمده است یک ما همیشه انتخابای نادرست میکنیم آها. انتخابای نادرست به این معنی است که ما همیشه اهداف و مسیر دیگران رو تعقیب میکنیم ما همیشه با این موضوع سرکار دارم شاگردان من میگن استاد ما مسئله دانشگاه هستیم فعلا ما این رشته را دوست ندارم که میخوانیم یعنی اکثریت دانشجوهایی که انتخاب رشته میکنن به اساس انتخاب های خانوادهشان و همی است که باعث بیانگیزی فرق میشه اگر فکر کنین در خانواده همیشه معمول همی است که بچه کوکای تپ خونده تو چرا نخوندی بچه کوکای فلان رشته رو خونده تو چرا نخوندی وقتی که این فرد ناگهانه ای رشته انتخاب میکنه وقتی که در مسیر قرار میگیره و میبینه که برشته علاقه علاقمندی نداره همین باعث میشه که انسان به انگیزه شوه دوامین ملفی که باعث میشه انسان به انگیزه شوه ما همیشه توقعات عجیب غریب داریم زندگی اساد و از دیگران همین توقعات است که آدم به میشه بله بعضی وقت میگیم فلان خوب بچه کوکای مده فلان پانتون آکسفورد درس ما نخواندیم یا ما فلان کس این توقع این چیزایی را که در زندگی را ما چرا ندارم از خانواده خود از دوستای خود ما یک قصه جالب را برای قصه مهم. کنم یکی از دوستای ما بسیار رفیق استاد در دانشگاه بودن و همیشه به فکر کردند که استاد رفیق ما است و درس را میخونم از دوستات توقعات عجیب غریب داشتند و در امتحان متاسفانه کمترین نمره این شخصیت بردن مهم. و یک توقعات نادرست داره که ما فرد مقابل داریم و سیومین معلفش هم که شاید باعث به انگیزی ما در زندگی شود همین هدف مشخص و معنی که ما در زندگی نداریم هدف مشخص و معنی که در زندگی نداریم به این معناست که ما مثل همون کشتی می باشیم که شمال, ما را به هر طرفی که بکشاند ما به مو سمت میریم اگر هدف داشته باشیم هیچ وقت که مشخص هدف مشخص داشته باشیم هیچ ما به انگیزه نمیشیم میگه انسان مجسمه است که اگر خود نساختی ما... کسای دیگه است که تو را میسازند باید ما خود ما را بسازیم و با مو انگیزه و اراده قوی بتونیم و جمله خوب که شما اشاره کردین هر فرد یک خصوصیات داره همگی نمیشه که طب بخونه همگی نمیشه که ژورنالیسم بخونه همگی نمیشه که انجینر باشه هر کی همو خاص خود داره هر کی خلاقیتای خود داره هر کی استعدادای خودم داره بلد. در حوزه‌های مختلف از بین که ما همو خودت به فکر فامیل دوستا اقارب نریم و مسیر خود ما رو انتخاب بکنیم و به اهداف خود برسید پس این انسان با انگیزه هم میباشه چگونه خود را انگیزه بدهیم به خصوص کسایی که بی انگیزه هستند در شرایط امروز زندگیشان بدون انگیزه به پایان میرسه این حیف نیست بله یک چند مؤلفه است که ما باید اشاره کنم پیش از این که به موضوعات که انگیزه اشاره کنم دکتر احمد زویل یکی از محبوب ترین و مشهورترین ترین جهان معروف هستند و میگویند که زمانی که ما جایزه بی... جو بی... نوبل گرفتم برای ما گفتن امو حرف نا های ناگفته های برای ما بگو و حرف جالب این بود که میگم من در دوران دوری مکتب خود من خیلی یک فرد بودم که علاقه به این درس نداشتم و مادرش شهکاری که به این کده بود یک پیام در سر اتاقش نشته کرده بود در بالای سر دروازش نشته بود که با اتاق دکتر صاحب زویل خوش آمدید یعنی یک انگیزه دکتر مادرش باعث میشه که فرد بتانه به این و مقام برسد یک باید اهداف مشخص داشته باشیم خواست ما مشخص شد که از این زندگی ما چی میخواییم خواست ما چی است وقتی خواست ما مشخص شد خود به خود انگیزه ایجاد میشه خواست ما امروز ای بود که صبح ما باید نماز بخوانم قرآن تلاوت کنم بیایم به برنامه تان امی هدف ما مشخص شد که ما به امروز اینی عدف دارم اعتماد به داشته باشیم اعتماد به نفس خودش یک گزینه است که انسان خودم میشناسه خدای خودم میشناسه جامعه خودم میشناسه و مدیریت زمان مهمترین بحث است زمانی که یک فرد بتونه مدیریت زمان کنه هر برنامه خود مطابق یک یک تایم های مشخص تنظیم کنه میتونه که فرد خود انگیزه می این اینمی معرفه است که انسان میتونه در زندگی انگیزه داشته باشه خب افرادی که با انگیزه هستی میتونه تایم خود مدیریت بکنه بله. انسان هایی که بی انگیزه است اونا چیکار میدوریت کردن میتونن خب طبعا انگیزه که نبود مدیریت هم نیست تایم هم نیست و عمو مسیریم که اینا باید برن مسیر وجود نداره بله مثلا انسانایی که هدف ندارن انسانایی که من میگم انسانایی که هدف ندارن چگونه باید وارا انگیزه بدن که یا باید انگیزه در روزشون تلقین شود یک باید اهدافشون مشخص شود وقتی که هدف ما مشخص شد ما میتونیم مخرج ما باید برازا یاد بدیم که چگونه مدیت زبان کنن ما باید برازا یاد بدیم چگونه مثبت انگیز باشن منفی فیگرایی نکنن آمد. یکی از مؤلفه های مهمی که پیشترم بحث شد منفی فیگرایی بود آمد. اگر انسان با پنج انسان موفق بگردد ششم انسان موفق همان شخص است <applause> اگر انسان با پنج انسان ناموفق در تنبال باشه ششم انسان ناموفق همان نامفق شخص است پس بیاین که ما کوشش بکنیم همیشه از زندگی را با انگیزه سپری بکنیم بله. سپاسگزار هستم تامین محمدی فعال اجتماعی و معسل رشته ارتباطات از کلات موضوع خیلی خوب خوبم بیان کردین و همه موارد دوستایی که نمیدونستن حالا فهمیدن که چیگونه با انگیزه زندگی بکنن بله. تشکر از شما بشت. تشکر از دوتون برنامه سپاسگزار هستم از شما ایزا هم که بیننده سوق زندگی هستین در ادامه باز هم ما را همراه باشین مهمان گرامی هم داریم و حفیظ امیری هم کار خوب ما همچنان در سطح شهر کابل گزارشات حفیظ امیری را همچنان دنبال کنید فعلا هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم با شما هستیم